کریستیانو رونالدو. خیلی از مردم اینو نمیدونن، اما CR7 از سال 2014 داره آسیب دیدگی مزمن زانو هسته و در نتیجه این آسیب دیدگی آمار رونالدو همچنین استایل اون کاملا تغییر کرد. آمار گلزنی های رونالدو به طوری بود که قبلا هرگز هواداران مادریدی شاهد همچین چیزی نبودن. 450 گل در 438 بازی. خیلی لازم نیست پاوش باشین تا بفهمیم که آمار CR7 بیشتر از یک گل در هر بازی بود. یکی از بهترین فصلهای اون فصل 2013-2014 بود که کریستیانو موفق به زدن 51 گل و 17 پاس گل فقط در 47 بازی شد و همچنین از خودش بازی درخشان توی لیگ قهرمانان نشون داد، موفق شد همراه تیمش پس از مدت‌ها قهرمان چمپیونز لیگ بشه و لادسیما رو فتح کنه، که نشون دهنده اینه که رونالدو توی این فصل از همیشه ترسناک‌تر و شگفت‌انگیزتر نشون داده. اما متاسفانه توی اول سال 2014 دکترها تشخیص دادن که ماشین گلزنی پرتغال مشکل مزمنی توی زانوی خودش داره که میتونه باعث تمام شدن دوران حرفه‌ای رونالدو بشه. این مصونیت رونالدو مربوط به تاندون‌های زانوی اون بود. در 29 سالگی وقتی که رونالدو توی اوج قدرتش توی فوتبال بود، محکوم بود که یک دوره طولانی مدت رو استراحت کنه، چون که تمرین کردن باعث تورم تاندون‌های زانوی اون می‌شد و تنها راه خوب شدن این مصونیت یک دوره طولانی استراحت بدون عمل کردنه. رافائل نادال توی دوره این مصونیت رو تجربه کرد که مجبور شد تا 8 ماه از میادین دور باشه. اما این برای کریستیانو دور از ذهن بود تا این دوره طولانی رو بیکار بشینه و استراحت کنه. اون می‌خواست چمپیونز لیگ رو ببره. اون می‌خواست به برزیل سفر کنه تا برای بازی جام جهانی آماده باشه. اما رونالدو به حرف دکترها گوش نداد و به تمرینات خودش ادامه داد. این تمرینات باعث شد تا آقای گل لیگ قهرمانان بشه. اما توی صحنه بین‌المللی در تیم ملی کشورش پرتغال موفقیت کمتری رو تجربه کرد و پرتغال در مرحله گروهی جام جهانی شکست خورد. بعدن اعتراف کرد که اگر بعدها با همچین مصونیت مشابهی روبرو بشه استراحت و ریکاوری میکنه. با بیشتر شدن سن کریستیانو آینده شماره 7 پرتغالیا در خطر بود. CR7 مجبور شد تا سبک بازی خودش رو تغییر بده، چون که تشییع بر استایل قبلی خودش تقریبا غیر ممکن بود و برای رسیدن به کمال مجبور شد تا سبک خودش رو تغییر بده. از سال 2015 دریپ‌های موفق اون و گل‌های از راه دورش به طور قابل توجهی کم شده بود. از 9 گل بعد از دریپ کردن به 2 گل رسید. ضربات آزاد گل شده اون هم از 5 به 2 رسید و گل‌های خارج از محوطه اون هم 33% کاهش پیدا کرد. اما خب رونالدو با شگفتی دیگه اومد. گل‌های با ضربه سر از 5 به 18 رسید. سرعت رشد ادای CR7 باور نکردنی بود. کریستیانو به سرعت فهمید که باید از دریپ‌های به سمت خودش کم کم خودداری کنه و از شوت‌های از راه دورش هم کمتر استفاده کنه و بیشتر به توانایی‌های خودش روی هوا متکی بشه. این تغییرات به اون کمک کرد تا 3 تا چمپیونز لیگ دیگه با تیمش بگیره. اما خب این مصونیت چه بلایی سر کریستیانو آورد. در فصل‌های بعد از 2015 شوت‌های اون در هر بازی 15% کم شد. دریپ‌های موفق اون 40% و ضربات آزاد اونم 60% کم شد. اما مسی در همین سال‌ها در این مهارت‌ها 10 برابر رشد کرد. اما خب اخلاق کاری و اراده این بازیکن افسانه‌ای بی رقیبه. اگه این مصونیت برای CR7 رخ نمیداد میتونه سالهای پربارتری براش رقم بخوره. با این حال کریستیانو رونالدو با قراردادی که با النصر بسته داره در حال حاضر یک زندگی رویایی رو با خانوادهش میگذرونه و یه زندگی کاملا لاکچری توی قصر خودش داره.